برو. آروم بشین کامل. میای بالا باسن سفتش رو. آها آها. ده تا پا باز، ده تا پا عرضشونه اثبات. فقط دوست دارم مثلا با من تمرین کنم. وقتی میام توی تمرین اون تمرینی که باید بکنم حرکت اصلی و یکی از حرکات پایی رو پا حرکات اسکات هست. حالا ما به دو شفت سوپر داریم اینو میدیم. بشی کامل آروم آروم دو بچه ها اومدن امروز با ما روز جمعه هست یه تمرینی رو داشته باشیم. از این رو تمرین ها میخوام بذارم واسه بچه ها. حالا اینا که دوستان من و داداشا من و شاگردا من دارن آماده میشن واسه مسابقه. آروم گفتم بگیرم که شما بدونید تمرینات به چه شکل هست. یه بر قضیه رو نگاه ندارم. یالا یکی دیگه برو. خروجا تکیه بده تکیه بده. یالا یالا باها جمع باها جمع. آها تکیه بده یه ذره پاتو. آها بیا پایین تر دست تو بردار. 30 ثانیه میخواییم بده. برو یالا ماشالا 20 ثانیه بده. دست تو بردار. بیا بالا باشم. آروم اصلا بزنیم. یالا 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 ببینید اصلا نه وزنی هست نه سنگینکاری هست. اون چیزی که فکر دست اون چیزی که فکر کنید توی تمرینات باید سنگین زده بشه یا بعضی حرکات درسته یکی دو تکرار رو میشه ولی اصل زاویت اصل اون روش تمرینیه که باید داشته باشید. بدنسازی، پرورش اندام، زیبایی عضله به سنگین زدن نیست. وقتی من یه صحبتی کرده بودم در مورد اینکه دوران 4 تا 10 تا تموم شده منظورم اینها بود. واسه افرادی که من قضیه هم وقتی دارم صحبت میکنم واسه افرادی که دارم مسابقه میدم افرادی که بدنسازی رو واسه ورزش حرفه‌ای کنه اون که لایف استایل زندگیشو داره آره 4 تا 10 تا میزنه میره خونه تمرینشو میکنه و کار دیگه. اونایی که بحث بدنسازی حرفه‌ای رو دارن وقتی که گفتم دوران 4 تا 10 تا 4 تا 12 تا تموم شد منظورم اینه که روش‌های تمرینی واسه افرادی که دارن مسابقه میدن فرق میکنه دیگه اونطوری نیستش. مثلا الان حسابشو کن آروم 4 تا بخواد یه ست 10 تا پاباز بزنه 10 تا پا جمع بزنه بعد میان دوباره این ست رو تکرار میکنه و 5 ست ما این رو داریم. شما بکن هر ست 1 دقیقه 2 دقیقه طول میشه بخواد تموم بشه و این زمان بر هست که وقتی میگم تایم تمرینات میره بالا به این شکل باید تو جمع کنم برو یالا تمرین وقتی شروع میشه باید به این شکل پرقدرت شروع بشه پمپاژ خون توی عضله به بالاترین سطح برسه که بتونی یه تمرین واقعا فاکیتی ازش بشه. بس بیا باشو بشی دادا ماشاءالله. وقتی توی اسکات با پنجه ها رو به بیرون باید بشه بچه ها دقت کنن. وقتی بیای پایی باید آروم حسش رو درک از عضله رو داشته باشی. این که بخوای 200 کیلو طلب بشینی پایی اصلا همچین چیزی رو ما نداریم. شما وقتی داری عضله رو تمرین میدی عضله باید اون درک از تمرین عضله و عصب رو داشته باشی. فکرت ذهنت عضلت باشه آروم بیا ببین اینها وقتی که تمرین میکردن و این استوری میکردن توی باشگاه منو 200 کیلو هر دو تا مسکال بزنن الان با دو تا 15 تا کارشون تموم شده. اینو میخواستم بگم چرا؟ چون زاویه روش تمرینی فرق میکنه. یالا کامل بشین.
ماشا. توی تمرین حتما باید آب و استفاده کنید. بهترین چیزی که میشه توی تمرین استفاده کرد مشمت، من میگم آب خالی و یه ذره نمک دریا، یه گرم یا دو گرم نمک دریا رو میزنی به آب، این خودش مثل سرم عمل میکنه. برو یالا با آجم بسی تو برد سی ثانیه دیگه بگیر ماشاءالله یالا بردا باشو توی تمرین حواستون باشه وقتی داری تمرین کنی ضربان قلبو با نشستن و خوابیدن نباید بیاری پایین، پمپاش باید بالا باشه، ضربان باید بالا باشه، به آرومی باید برگرده. اینکه تمرین رو بکنی مثلا پا رو بزنی اسکات رو بزنی در جا بگیری بخوابی، این اصلا درست نیست. بازن تو چهارمونه آروم دو سه نفس کشید. خیلی مهمه این نفس کشیدن، دم و بازم توی حرکات، تو وقتی داری توی فشار بالا تمرین میکنی اون نفس کشیدن وقتی میاری بالا دم و بازدم خیلی مهمه، این خیلی تاثیر میشه که اکسیژن بعد شدن. یالا با 60 کیلو کارش تموم شده. برو ماشا. یالا. برو شد. برو. تکشه بده. برو. برو 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 یالا. علی. تمرین یعنی تمرین به سنگین زدن نیست، تمرین به این که شما بخوای بدن رو پر کنی و مدام بخوای فشار به خودت بیاری نیست، شما یکی دو تا حرکت رو فشار میدید و حرکات بعدی رو مکمل میکنید مثل اون حرکت و اون فشار رو برمیدید. اصلا نمیشه که مثلا شما اسکات سنگی بزنید، پرسه پای سنگی بزنید، هاگ سنگی بزنید، از تو زاویه در میاد، از تو اون که بخوای تمرکز روی عضلات داشته باشی از بین میره. شما باید خیلی ذهنت، عضلات و حرکتی که داری میری باید هماهنگ باشه. برو یالا استراحت نکنی قد بالا کامل بشین، بیام کامل بشین، پشت پشت کامل بشین. یالا باری شرده ها وقتی که حرکات اسکات رو میزنی زانوها رو به بیرون بردش، خیلی توجه کنید چون آسیب میشه میرسون. ما باید کمترین آسیب توی تمرین بهترین نتیجه رو بگیریم. برو دست تو بردار تو ماهنده. این شروع ماهی توی باشگاه بشکیم آروم بزن
من داره استوری میکنه هر کاری تر تر میزنه دلش خوشه داره وزی میزنه ایران هم نگاه میکنه میگه این چرا اشتباه نده مثل آدم وزن زدن یعنی بار وقتی درست و توی زاویه وزن زنی چی که از اولت سیمولتر میشه وقتی توی هفته داریم تمرین میکنیم شما 6 روز هفته رو 3 روزشو میتونی فشار بذاری طبیعتاً یه بدنساز بذاری شنبه یک شنبه دو شنبه چون توان بالا توی رژیم و اون موقعی مثلا اسکات های سنگی پرسه پاهای سنگی میزنی و از دو شنبه تا پنج شنبه رو شما اصلا اینجور فشار رو زیادش کنی چرا؟ چون اول هفته اون فشار رو اردی و بدن کمتر داره باید بره سمت ریکاوری و مجبوری تز تمرین سه روز بعد رو عوض کنی این بچه هایی که با ما دارن کار میکنن خب این بچه ها هر 10 روز با ماشون عوض میشه هر 10 روز بستگی به شرایطشون داره این نیست که دوران این که یارو میگه یه برنامه بدم بری 40 روز کار کنی 2 ماه کار کنی دوباره پشی بیای نه این بچه ها هر 10 روز برنامهشون تغییر میکنه و هر روز آنلاین حالا یا حضوری هر روز واتساپ با من در ارتباط هم و من رو در جریان کارشون میگه حالا بحث مسابقه شروع میشه برو بحث مسابقهش که شروع میشه هر روز شو بعد عکس بفرستن هر روز برنامه هاشون تغییر میکنه آره برو یالا ماشاءالله علی بزن خوشو خوشو دو تا 15 بذار رو برس دو تا 15 روها آماده شد یه حرکت جازو ست یه جوری من بهتون میگم یه حرکت اصلا استراحت نداره یه جور روش تمرینی به سبک دوردانیت سه ما الان میخواییم بدیم و پرس پا رو خواهم زد 10 تا و دوباره آگ پا و دوباره جلو پا 5 تا تکرار خواهیم داشت بدون استراحت مگر اینکه یه آبی بخوام بخورم یا جلو پا یالا برو تو شروع کن بشید خب آلا برو دوازده تا یالا نه دسته تو بعد کنید با خب 5 سال میتونید تو جسته یک آر دو سه چهار پنج شیش هفت بزن جلو پا رو 12 تا باز یک آن اینجا رو بیرون آها دو سه بیا تو شکمه 4 5 بزن بیا 6 7 بابا دو تا 10 تا داری میزنی 8 9 10 رو ببن یادا بابا چند تا زدی؟ 4 تا زدی بیا چه خبر میشه؟ با 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 یالا بیا پرس بیا پرس سنگی میزوزن سنگی مگه پر نمی کردی تو باشا بیچاره هم کردی یالا برو برو پرس دو
یالا یالا جه جا پنج شیش هفت یالا دو تا بگیر سه دو تا داری بزن اومد نگیر از کار یالا زانو رو میدونم سریعتر بزن شیش هفت توی حدیث پرسه با حواسی باشه باسن نباید بیاد روی بالا این آسیب میرسونه باسن نباید باید چسبیده باشه در رانت بیاد سمت شکمه برگرده بره بالا برو جلو پاک استراحت نداری آجی برو حرکات تمرینی بر اساس سیستم بدنشون باید متغیر باشه نیست که مثلا یه برنامه به برو جلو پا یه برنامه بخوای بهشون بدی و بخوای چیکار کنی دو سه دقیقه بخوای چیکار کنی یه برنامه بهشون بدی و بخوای اینو بهشون بگی چه روز من دو روز بخوام برم نه هست روش تمرینی به شکلی هست که شما باید تریسه حرکات جانسه بدون انسان مثل یه حرکت کلان داری آی چیکار کنی اینا رو کنار چیزشو برنامهاشون داشته باشن در دو حالا ممکنه مثلا یه روزم باشه مثلا چهار پنشتا بزنم بکنم میشه اصلا سوپری نباشه برنامهاشون تکرارها پایین بیا تکرار باید بدن رو ببینی بر اساس شرایط بدنی بر اساس تغذیهشون بر اساس تمریناتشون این پا رو تنظیم کنی برو برو رو جلو پا استراحت نداری یاد یاد ما چون چند دقیقه فیلم گرفتیم؟ 17 دقیقه بچه ها ما تمرین کنم و یه جوری داریم جمعه هم از اخوان ریلکس کنم و مزاحمشون شدیم گفتیم بدون موزیک باشه واسه یوتیوب هم داریم گیریم توقع دارم اون حمایت کنیم سابسکرایب کنیم لایک کنیم کامنت بذاریم ما قرعه کشی هم خواهیم داشت و هر کی هم دوست داره میتونه بیاد داشته بده و حمایت کنه و به من تمرین کنه اگه خواست دوستتون دارم امیدوارم بتونم کمک کنم تو بحث ورزش بدنسازی تا یه پله بریم بالاتر روز خوبی داشته باشید.